سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به خواستگاری عجیب خانم بازیگر مشهور ایرانی از مرد مورد علاقهش میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. ویشگاه آسایش این روزها در سومین حضور خودش در مجموعه‌ای در شبکه نمایش خانگی بار دیگه در نقشی دیدنی ظاهر شده و با بازی و طنازی‌های مخصوص به خودش در همین چند قسمت اول سریال تصویر به یاد ماندنی و دوست داشتنی از لونای پرشور و شر در روزی روزگاری مریخ رو برای تماشاگران این سریال خلق کرده. و علاوه بر لونا در نقش مادر لونا هم در این سریال نقش آفرینی کرده. دو نقش مختلف از دو نسل مختلف که همون چالش‌های مرسوم مادر و دختری رو دارند، اما این بار در سریالی مریخی. ویشگاه آسایش متولد 16 آبان 1351 در تهران، بازیگر و طراح لباس و صحنه است. فارغ التحصیل لیسانس رشته طراحی صحنه و لباس از دانشگاه لندن انگلستان و از 19 سالگی جلوی دوربین رفت و ید طولانی در کوهنوردی هم داره. ایشون به زبان‌های فرانسه، آلمانی تا حدودی و زبان انگلیسی کاملاً مسلطه. ویشگاه آسایش در تهران و محله سید خندان خیابان مهاجر به دنیا اومده و تنها یک خواهر بزرگتر از خودش به نام آویسا داره. پدرش مهندس تأسیسات ساختمانی و مادرش تحصیل کرده یه رشته متد آموزش ویژه کودکان در لندن، معلم مهد کودک در ایران بود. پدر بزرگ شین پرتو شاعر و نویسنده و زبانشناس کرد متولد کنگاور بود که سالها به عنوان سفیر در هندوستان برای وزارت امور خارجه خدمت کرده. تحصیلات اولیه خودش رو از 4 سالگی و در پایه مهد کودک، آمادگی و کلاس اول رو در مدرسه فرانسوی انستیتو مریم در تهران به زبان فارسی و فرانسه شروع کرد. بعد از اتمام سال سوم راهنمایی به همراه تنها خواهر بزرگتر خودش به کشور آلمان پیش عموش رفت تا با گرفتن ویزای لندن پیش خاله هاش مهاجرت کنه. اما یک سال بعد به دلیل ندادن ویزا به ایران بازگشت و در رشته ریاضی و فیزیک مشغول تحصیل شد. ویشگاه آسایش گفته فکر کردن به دوران کودکیم همیشه برای من جذابه و حس خوشایندی رو به دنبال داره. راستش رو بخواید در دوران کودکی حسابی فضول و کنجکاو بودم و دوست داشتم از همه چیز سر در بیارم. پدرم فنی کار بود و همه چیز رو خودش تعمیر میکرد. ماشین، لوازم برقی و غیره. من هم سعی میکردم ادای اون رو در بیارم و مثلا ناگهان دل و روده ی رادیو رو میریختم بیرون. با این خیال که دارم درستش میکنم. فکر میکنم این موضوع به این خاطر بود که میل به تجربه گرایی زیادی در من وجود داشت. شاید به همین خاطر بود که بعد از بازی در نقش قطامه در سریال امام علی و دیده شدن قید زندگی در ایران رو زدم و برای ادامه تحصیل راهی خارج از کشور شدم، چون میخواستم چیزهای جدیدتری رو کشف کنم و حاضر به سکون نبودم. ویشگاه آسایش در ادامه گفته مرحوم داییم مازیار پرتو از چهره‌های مطرح در عرصه فیلمسازی بودند. با اینکه رابطه بسیار نزدیکی با ایشون داشتم، اما او هیچ علاقه‌ای به حضور من و دیگر اقوام برای حضور در عرصه بازیگری نداشت و ترجیح میداد که ما حواسمون رو به درس و مدرسه معطوف کنیم. هیچ وقت یادم نمیره یه روز در خانه مشغول گپ زدن با داییم بودیم که ایشون به من گفتند ویشکا، ما در حال انتخاب بازیگر برای سریال امام علی هستیم، دوست داری بازی کنی؟ منم چون فکر کردم دایی من رو دست انداخته با خنده گفتم البته. خلاصه من برای تست گریم به پشت صحنه کار رفتم و تست دادم و شوخی شوخی برای این نقش انتخاب شدم. تا آخرین لحظه‌ای که جلوی دوربین قرار نگرفته بودم فکر می‌کردم یکی میاد به من میگه خانوما شما رو دست انداختیم. اما در کمال تعجب هیچ کسی این حرف رو به من نزد و من یکی از مهمترین نقشام رو در اون کار بازی کردم. بعد از ضبط سکانس‌های من در سریال امام علی برای ادامه تحصیل راهی کشور انگلستان شدم و به مدت 5 سال در این کشور حضور داشتم. از سیستم کنکورمون بدم میومد. چرا باید برای رشته گرافیک عربی میخوندم؟ این خیلی مهم بود که برم و روی پای خودم بایستم که بهترین اتفاق زندگی من شد. خانم آسایش سال 76 با فیلم ساحره ساخته داوود میرباقری دوباره جلوی دوربین رفت و یک سال بعد با فیلم عشق به اضافه 2 به کارگردانی رضا کریمی ادامه کار داد. خانم آسایش در سال 1389 در فیلم مسافری از ری حضور درخشانی داشت
تا اینکه سال 89 با فیلم ورود آقایان ممنوع به کارگردانی رامبد جوان بسیار خوش درخشید. در رفت آمدهایی که از انگلیس به ایران داشت با همسرش رضا قبادی آشنا شد و از همون ابتدا با خودش فکر کرد که اون همون کسیه که برای زندگی مشترک تو رویاهاش داره. اون جنتلمن جدی و قد بلند بود و برای اینکه رضا رو بیشتر بشناسه وقت زیادی رو صرف کرد و هر روز علاقش بهش بیشتر میشد. اما ماجرای جالب ازدواج ویشکا آسایش بازیگر مطرح ایرانی بسیار مورد توجهه که بعد از عاشق شدنش از همسرش خواستگاری کرده. خانم آسایش در این مورد گفته: در طی دورانی که به ایران رفت و آمد داشتم رضا قبادی همسرم رو دیدم. از همون لحظه اولی که چشمم به اون افتاد فهمیدم اون مرد رویاهامه و همون ویژگی هایی رو داره که من همیشه مد نظرم بود. یک مرد قد بلند، جدی و جنتلمن. وقت زیادی رو صرف شناخت او از راه دور کردم و هر لحظه که اون رو میشناختم به او بیشتر علاقه‌مند میشدم. اما یک روز به خودم اومدم و دیدم من دارم همینطور وقتم رو هدر میدم بدون اینکه حس واقعیم رو به رضا بگم. به همین خاطر بی خیال قضاوت ها شدم و با او در مورد حس واقعیم حرف زدم و به او گفتم که دوست دارم با او آشنا بشم و ازدواج کنم. خوشبختانه این پیشنهاد من با استقبال مواجه شد و من و رضا با یکدیگر ازدواج کردیم و بعد من قید زندگی در خارج از کشور رو زدم و به ایران اومدم تا در کنار همسرم یک زندگی خوب و خوش رو تجربه کنم و حالا هم از این تصمیم خیلی خوشحال هستم که رضا همسرمه. بعد از ازدواج خیلی زود تصمیم به بارداری گرفتم و در سال 84 پسرم به دنیا اومد. رابطه من چندان شبیه رابطه یک مادر با بچهش نیست. من و پسرم درست عین دوتا دوست هستیم و مدام سر به سر هم میذاریم و از حسی که بین ما وجود داره غرق شادی میشیم. من در خانواده بزرگ شدم که در کنار هنر ورزش حرف اول رو میزد. مادرم تمام تلاشش رو به کار میبست تا ما رو با ورزش آشنا کنه. به همین دلیل با اسب سواری و شمشیر زنی تا حدی مسلط هستم. در کنار همه اینها من شیفته کوهنوردی هستم. وقتی پی به این علاقم بردم سعی کردم با جدیت اون رو دنبال کنم و این موضوع در نهایت باعث شد قله دماوند رو فتح کنم که این تجربه واقعا برام کم نظیر بود. به نظرم خیلی دور نیست بعد از اینکه فیلم اورست رو دیدم پسرم از من قول گرفت این فکر رو از سرم بیرون کنم، اما هیچ دور نیست روزی که اورست رو هم فتح کنم. فکر میکنم مهمتر از همه چیز تربیت پدر و مادرم مؤثره. خدا بیامرز پدرم تا روزی که در قید حیات بودن بسیار مرد سرحال، باحال و شیطونی بودن. مادرم همزن بسیار پر انرژی و سرزندهی هستند و همچنان روحیه بسیار شاد و پرنشاطی دارند که این روحیه خوب در حفظ جوانی و سلامت بسیار مؤثره. همسر خوبم هم 100% در این جوانی و سلامتی مؤثره. همینطور خیلی ورزش میکنم که اون هم انرژی زیادی به من میده. خانم ویشگاه آسایش در سال 1400 برای بازی در فیلم گورکن به کارگردانی کاظم مولایی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم‌های آسیایی لس‌آنجلس رو دریافت کرد. او چند هفته قبل‌تر نیز از جشنواره بین‌المللی فیلم ریورساید و جشنواره فیلم زمستان نیویورک هم برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرده بود. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.